الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصوم اللهم كل وليك الحجة والحسن صلواتك سوار بر اسب زایر شده
اومد کنار ناقه من، سر مبارکش برد کنار گوش ناقه من، فرمود حد سلباب، یعنی او رو تا دم در خونش برسان. یه مرتبه ناقه از گل بیرون اومد، شروع کرد رفتن، صدا زدم جوان من انت تو کسی؟ فرمود انا المهدی. گفتم آقا بازم میتونم شما رو ببینم؟ فرمود متا توری؟ هر وقت اراده کنی در مونده بشی من رو صدا بزنی، کمکت میکنم. عزیز زهرا من بیچارم از غافل عقب موندم، منم به گل نشستم. عزیز زهرا چه میشه امشب دست من بینوا رو بگیری، به منزل برسانی؟ ما و مجنون هم سفر بودیم در سینای عشق، و به مقصد ها رسید و ما هنوز آواره ای. برای سلامتی وجود اقدس علی است و تعجیل امر ظهورشون صلوات. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. عرض شد علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله تعالی علیه حدیث شریفی را نقل فرمودند در بهار الانوارشان، که روزی حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و علی و علیه السلام نشسته بودند، سشه نورانی آمد سمت راست حضرتش قرار گرفت و سشه تاریک و سیاه آمد سمت چپ حضرتش قرار گرفت. حضرت روشو کرد و اولین شی نورانی فرمود من انت تو که هستی؟ قال انا العقل. گفت من عقلم. ما مقامو که عقل خونه تو کجاست؟ قال فی الدماغ. گفت خانه من در مغز بشر است. روشو کرد حضرت و اولین شی سیاه و تاریک فرمود من انت تو که هستی؟ قال انا الکبر. گفت من کبرم. ما مقامو که کبر خونه تو کجاست؟ قال فی الدماغ. و منم در مغز بشرم. فرمودن که تو با عقل توی خونه زندگی میکنی؟ کبر گفت وقتی من وارد میشوم عقل خارج میشود، یعنی عاقل کبر ندارد و انسان متکبر عقل ندارد، که مبسوطن بحث شد. دوشو کرد به دومین شی نورانی من انت تو که هستی؟ قال انا الشفقه. من شفقت و محبت و عاطفه و رحمتم. ما مقام که خونه تو کجاست جناب محبت؟ قال فی القلب. گفت من تو دل بشرم. دوشو کرد حضرت به اولین دومین شیء تاریک من انت تو که هستی؟ قال انا الحسد. گفت من حسد هستم.
ما مقام که خونه تو کجاست حسد؟ قال فی القلب، منم تو دل بشرم. یعنی اهل محبت نمیتوانند حسود باشند و حسودان نمیتوانند اهل محبت باشند. روشو کرد به سومین شی نورانی، من انت، تو که هستی؟ فرمودن تو که هستی؟ قال انا الحیا، من حیا هستم. گفت من حیا هستم. جناب حیا، ما مقام که خونه تو کجاست؟ قال فی العین، گفت خانه من در چشم بشر است. حیا یکی از صفات عالی است، اگر حیا نبود هیچی نبود. حدیث داره اگر حیا نبود مردم خیلی گناه میکردن، به تعهدهای اخلاقی خود عمل نمیکردند. صفت بسیار بارزی است. در یه حدیث نبوی دارد که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم فرماید الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و حمق. فرماید حیاء دو جور، یه حیاء ریشش عقله، یه حیاء ریشش جهل. حیایی که ریشش جهله، انسان مسئله شرعی بلد نیست، میگه خجالت میکشم برم بپرسم. این حیا ریشش جهله. 40 سال نماز میخونه باطل، 40 سال اعمال انجام میده غلط. خب مؤمن چرا نپرسیدی؟ میگه خجالت کشیدم. این خجالت ریشش جهل است. لذا میفرماین لا حیا فی الدین، در مسائل دینتون حیا نکنید. هر مسئله براتون پیش میاد هیچ بیرو دروازه بید مسئله رو سوال کنید، خجالت نداره. احکام یاد گرفتن و از خبرش هم بپرسید، کسی که احکام رو بلد باشه وارد به احکام باشه. ما چند دقیقه این عزیز بزرگوارمون گفتیم بیاد احکام بگه، متاسفانه با آقایون هم میگیم بیاین، 50% آقایون میذارن وقتی که ایشون احکامو میگه بعد خدا خیرتون بده. ما این مسئله رو گوشتیم برای شما، اون خودم مسئله بلدم، اون بنده خودم مسئله بلد. مردم ما از احکام دور شدن، احکام یاد ندارن. خوب خوبا شدن میره نماز میخونه، نمازش باطله. بنده خودم با یه آقایی مسافرت بودم، ایشون وقت نماز خون دیدم تمام نمازش بود، سجدش باطل بود، رکوعش باطل بود، قرائتش غلط بود، تشهدش چند تونه غلط داشت. و این اقلن 40 سال پا منبر بود. خجالت نکش آقا، برو زانو بزن، میگو آقا میخوام حمد و سوره رو بخونم. قشنگ خودتو بشکن بشین، حیا نداره. بیچارگی اینه که کسی 50 سال نماز بخونه باطل، بعد بمیره به گمان اینکه 50 سال نماز داشته، ببینه اونجا هیچی نداره، نمازش همش باطل باشه. آیت الله عظمای خونساری رضوان الله تعالی علیه 3 بار نمازهای دوران عمرش رو اعاده کرد. آیت خونساری عالمی که مرحوم آیت الله جامع مرتضی حائری میفرمودن باید از عصمت آیت الله خونساری سخن گفت نه از عدالتش، اینقدر این مرد وارسته. فرموده بودن شاید این نمازهای دوران جوانی من نقصی داشته، اشکالی داشته. حیا نداره. آقایی رو بنده میشناختم، ببینید حالا چقدر ما بیچاری، این هر هفته میرفت مسجد جمع کردم. این قصه که عرض میکنم مال 15-16 سال پیش ما قم بودیم، شب چهارشنبه بعد منزل ما، پدرش با من دوست جوانی بود و از این مالیش هم خوب بود، اومد و گفت که من یه مسئله دارم آجا، میخوایم بریم منزل یکی از مراجع، مقدارم پول رو بردیم بدیم به اون مراجع تقلید، مشکل ما رو حل کن.
اصلا مشکل با پول حل نمیشه. چی مشکلی داری؟ دین که رشوه بر نمیداره. گو حقیقت امر اینه که من با یک زن شوهردار رابطه نامشروع داشتم. این زن بیچاره وقتی که ما باش رابطه داشتیم و عاشق و معشوق شدیم، شوهرش خبردار شد و اهل تبریز بود، آدم آبرومندی بود و دکون و زندگیش رو فروخت و از تهران رفت چون آبروش رفت. خب یکی از مواردی که ما در چند مورد داریم که زن حرام مؤبد می شود، یعنی حرام ابدی، یکیش اینجاست که اگر کسی با زن شوهرداری رابطه نامشروع داشته باشه، این زنه بهش میشه حرام محبت دیگه، اصلا نمیتونه اینو بگیره، این گوشمالیست که خدا بهش داده. خب این که بهت میشه حرام محبت، گفت همین میخوام حل بشه، چون من زنو برداشتم و رفتیم عقدش هم کردم و دو تا بچه هم درست کردم و حالا میگن اصلا این زن تو نیست. گفتم بله زن تو نیست، اصلا عقدی محقق نمیشه، اصلا عقدی محقق نشده، این ناموس مرد طلاقش گرفته با در پیکارش، زن تو نمیشه هیچ وقت. سعی زاد من پول ورده، میگه پول بدیم یه راهی بر ما درست کنن این زن من بشه حلالش. من پول کی؟ پول نمیشه. بهش گفتم به باباش گفتم که آخه بابا تو که متدین، حالا بچه دینی اون درست سبی نداشت. خب تو که فهمیدی این قضیه رو لاغت سآل میکردی، که حیا کردیم، خجالت کشیدیم. این حیا ریشش جهل، دو تا بچه درست کرده، ولد و زنا. حالا این آقا اگه مراجعه میکرد به عالم احکام شرعی رو میپرسید، لااقل تو چای دومی نمیافتاد دیگه، دو تا ولد زنا پس نمینداخت. حالا احکام اینجوری ضرورت داره که از علماء قوم آقای لنگرودی، ایشون یه کتاب داره به نام ارمغان هند و پاک، رفته هندوستان و پاکستان و مشاهداتی داشته، وقتی برگشته نوشته، در مقدمه اششون می نویسه در خیابان ری تهران در دارالمؤمنین تهران 50-60 سال پیش رفتم تو یک مسجدی منبر مسئله شرعی گفتم، یه مسئله گفتم، مسئله هم این. یکی از موارد دیگه ای که حرام مؤبد پیش می، من گفتم این مسئله رو تو ماه رمضان امسال یا پارسال برادر، این بیان ایش بسه که دوست دارید انفاق کنید. خب بابا منم چادر نوم دوست داشتم، لباس نوم دوست داشتم دادم. علمای عامه روایت میکنن جبرئیل نازل شد، یا رسول حبیبه ما فاطمه هر چه بخواد ما بهش. فاطمه جان چی میخواد؟ فرمود رضایت خدا رو میخوام هنگامی که خدا رو ملاقات میکنم. شصت سال پیش رفتم تو یک مسجدی منبر مسئله شرعی گفتم، یه مسئله گفتم، مسئله هم این. یکی از موارد دیگه ای که حرام مؤبد پیش می، من گفتم این مسئله رو تو ماه رمضان امسال یا پارسال برادر، این بیان ایشون. فرمان من رو منبر رفتم یه مسئله بگم برای مردم، مسئله حکم شرعی گفتم که اگر جوانی با جوانی رابطه نامشروع داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی جوان نمیره زن بگیره، باباش هم پول داره، وظیفه هم داره، بابا اگه پول داره بچه‌شو زنش بده، اون تا تو پولیه، پولا رو دوست داره نگه داشته، دلش نمیاد خرج کنه. خب پسرم غریزه جنسی داره، میره خدای نکرده با یه جوان دیگه لواط میده، خواهر و مادر مفعول بر فاعل حرام مؤبد می شود. یعنی چی؟ یعنی خدای نکرده این کارو با رفیقش کرد، دیگه خواهر اون و مادر اون نمیتونه بگیره هیچ وقت. ایشون می فرمودن یه پیر مرد 70 ساله نوشته بعد از منبر اومد پیش من گفت آقا این چه مسئله بود شما گفتید؟ هم حکم خدا، حکم الله، که خاک بر سر من، من جوانی این کارو کردم با رفیق خودم، بعد خواهرش هم گرفتم، 70 تا هم نوه دارم. خب چه نپرسیدی؟
حیا کردم. این حیا ریشش جهل. چه حیاییه؟ اونجا که باید حیا کنی حیا نمی کنی. میخوای پول نزولی بدی رود نمیشه، میری بیارو میگی که همسایه بغل دستی ما پول داره اگر میخوای، میگه به یادم مطمئن روش میشه، میگه خودم هم خواهد صبح صفح اول جماعت وایسته بگه الله اکبر، خجالت میشه بگن حاج آقا صفح اول باب جماعت هم با مثل ربا خوره. یه همسایه من گفته اینجور اینجا حیا نمی کنی. خب این موضوع برای خود من پیش اومد دیگه. بنده دو سه سال پیش در یه جلسه این مسئله رو گفتم. بعد یک جوان متدین، ظاهرا متدین متشرع محاسندار من مراجعه کرد، رنگش سرخ شده بود. گفت آقا چی گفتی؟ گفتم حکم خدا رو گفت. گفت من بدبختم. گفتم چطور؟ گفت من با پسر خاله خودم این کار رو کردم، دختر خالم رو گرفتم، شش ماه بردم خونه، زن من حامله، هیچ راهی نداره، باید ازم جدا شد. حالا ببینید احکام آقا ارزش داره. فقیه خونه دل میکنه تا حکم رو استنباط میکنه. فقیه 70 سال عمرش گذشته، حلال خدا رو شناخته، حرام خدا رو شناخته، نوشته، زحمت کشیده تو رساله. بنده به شما میگم آقا 10 دقیقه زودتر بیاید. بابا بنده گفتم بیان براتون احکام بگم، چون خودم میخوام احکام بگم وقت منبر زیغ میشه. گفتیم مخصوص احکام 10 دقیقه رو احکام بشه، حکم خدا رو یاد بگیری. آن نمیان آقایون محبت دارم به ما، درست ما میشیم رو منبر شروع میکنم. خب 5 دقیقه زودتر بیا مسلمان، برای خودت بگم من میخوام تو بری بهش، خوبه؟ نمیخوام بری جهنم، دوست دارم تو صدر نشین بهش باش. حالی به زور که نمیتونم ببرم بهش. حیا نکنید آقا، احکام دینیتون یاد بگیرید. یکی از آقایون میگه من رفتم حج روحانی کاره بود، سال گذشته، مال 100 سال پیش، سال گذشته، حمد و سوره شاقا آمده بخونه، ایدم اصلا حمد و سوره بلد نیست. گفتم اگه آقا تو نماز نمی کنی؟ گفت نه. تو خون نماز نمی کنی چرا آمدی حج؟ با یه مادر زن مایه سمارم نوشته را در اومد اومدیم. میگو حمد و سوره رو خوندم براش. خب نمیشه، خب نماز میخونه، طواف نماز و طواف نساشون اگر اینا باطل باشه بیچاره زنش میشه حرام بهش. حمد و سوره رو نوار خوندن برده گذاشته 4-5 روز همش میرفته گوش میده، عاقبت هم وقت اون بعد خون دیدم یاد نمیگیره. خلاصه نیابتن خودم رفتم گفت براش. در مسائل دینتون آقاین حیا نکنید. چرا اینقدر برای دنیامون ارزش قائلیم برای دینمون نه؟ مرحوم هاشم محمود اردکانی خدا رحمتش کنه سر پل تجریش نماز بود. خیلی عالم خوشمزه بود، داماد آیت الله فاضل لنکران. فرمودن که من خیابون ری وایساده بودم، می‌خواستم سوار تاکسیشم برم میدون تجریش برای نماز به مسجدم برسم. یا آقای موسی گفت آقا یه مسئله‌ای دارم. منم نمی‌شنوم. گفتم قبل از که تو مسئله داری من یه مسئله دارم. گفت بفرمایید. گفتم می‌خوام برم تجریش، پول ندارم، میشه 100 تومن به من بدی؟ گفت من طور نمی‌شدم چطور بده 100 تومن بدم؟ تو مردم اومد تو من نمیشناسی، حاضر نیستی 100 تا 1 تومانی از دنیا به من بدی؟ چطور من نمیشناسی اومدی حکم دین تو از من یاد بگیری؟ از کجا میدونی من وارد به احکام دینم؟ بعد از خبره سال بابام گفته این کارو بکن، ما هم به حرف بابام کارو کردیم رفتیم جلو. بابات هم نفهمیده 50 سال تو چاه بوده تو هم دنبال بابا. حیایی که ریشه‌اش عقل است. انسان حیا کند در محضر خدای عالم گناه کند. 50 سال لغو میکنن مقدس اردبیلی چهار زانو خوابی. گفتن چرا چهار زانو میخوابی؟ زانوات خوش شده. گفت خجالت میکشم در محضر مولایم، پاهامو دراز کنم میخوابم. این حیاست، نه دایم الحضور بود. خودشون در محضر باری تعالی میدیدن، لذا خجالت میکشیدند پاهایشون را دراز کنند و بخوابند. تفته بود هندوستان، در بازار هندوستان میگه داشتم قدم میزدم، دیدم یه قصابی وقت گوشت میکشه پشت سرش رو نگاه میکنه. رفتم بهش گفتم چه میکنی وقت گوشت میکشی تو ترازو؟ میبینم پشت سرت رو نگاه میکنی.
یه مجسمه رو من نشون داد، گفت من هندوام، بت پرستم، این مجسمه مولای من، خدای من. وقتی من گوش میکشم میخوام بفروشم، تو ترازو میذارم، هی برمیگردم نگاش میکنم، میگم ای مولای من، ببین من در محضر تو جنس بد به مردم نمیدم، جنس کم به مردم نمیدم. میگه من گریم گرفت. گفت چرا گریه میکنی؟ من حرف بدی زدم؟ گفتم نه، تو به یه بت سنگی معتقدی و در محضر او گناه نمی کنی. من خالقی دارم که خالق آسمان ها و زمین است و در محضر او گناه می کنم و حیا هم نمی کنم، خجالت نمی کشم. یه غلام از محضر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله حضرت عرض کرد میشه از علم خدا برام بگی؟ از علم خدا برام بگو. فرمود غلام، خدا در همه حالات ناظر بر حال توست و تو را میبیند. غلام یه توقفی کرد، گفت وا فضیحتا یا رسول الله، یعنی اون زمانی که من گناهم میکردم خدا مرا میدید؟ هم بله، خدا در جمعی حالات تو را میبیند. یه سیلهی زد روی زمین افتاد، اصحاب فکر کردن قش کرده، اومدن دیدن از خجالت مرده، که مولای من مرا در حال گناه دید. یه خطا میخوای بکنی از خواهر کوچیکت خجالت میکشی، غیر از این از داداش کوچیک خجالت میکشی، دوزار یه جنس رو میخوای گرون بفروشی، رفیقت که همکار توست تو دکونه تو باشه خجالت میکشی فیر و گرانتر. بیا برای خدای عالمم حساب وا کن. فرمودن رفتم محضر استادم در نجف، گفتم آقا فارغ التحصیل شدم میخوام برم ایران، من موعظه‌ام کن، یه چیزی داشته باشم آویزه گوشم باشه. فرمودن این آیه قرآن نصف العینت باشد، علم یعلم و ان الله یرا، آیا نمیدانی که خدا تو را میبیند؟ این ربک لبید مرصاد، خدا در کمینگاه آقایی که در خلوت گناه میکنه یه لحظه رسوات میکنه، یه لحظه مچتو میگیره، یه لحظه پرده را کنار میزند و بیچارت میکنه، چون تو خودت غافلی که اعضا و جوارح تو لشکر حقن و لله جنود و سماوات و الارض، تمام عالم لشکرش، همین دست در اختیار توی اما لشکر اوست، این چشم در اختیار توست اما مطیع اوست. کاری نکنی که خدا مشیتش قرار بگیره اگر تو را بگیرد رسوات کنه، با همین دست خودت رسوات میکنه، با پای خودت به مکانی میری که رسوا میشوی، با همین دست خودت کاری رو انجام میدی که بیچاره میشوی. اینها همه لشکر او در اختیار تو هستن. قرآن شریف میفرماید وقت یوسف و برد زلیخا در اون مکان خلوت، پارچه رو برداشت انداخت روی بتش، بت پرست، گفت چه میکنی؟ گفت این خدای منه، من از خجالت میکشم. یوسف صدیق فرمود تو از یه بت سنگی حیا میکنی، سزاوارتر است من حیا کنم از خالقی که آسمان ها و زمین رو خلق کرد و او خالق من و مولای من است. خیلی مردم، خیلی هاشون بی حیا شدن، بی حیا شدن، الا اگر انسان حیا داشته باشه چرا ناموسشو با این قیافه ها بیارن؟ آره یه روز سری میذاره سرش، هم از جلو پا کلاشون رو میذارن بیرون، هم از پشت سر ترقی کردن. و عجیب اینه که بعضی متدینا هم خراب شد، این نگاه میکنی توقع نداره آدم از یه آدم مامون جلسه بروی متوسطی که نام ولی عصر رو میشنوه گریه میکنه، محب اهل بیت و ادعای محبت اهل بیت داره. من گاهی برام پیش میاد تو خیابون دارم میرم مثلا سر یه چهارراهی تو ماشین نشستیم، یا تقاطعی برخورد میکنیم، ای حاج آقا فلان پشت ماشین نشسته، زن و بچهش تمام، من توی دختران ماش هرچی هم میم حمله به صحت میکنیم، میگیم انشاءالله به اصطلاح زن و بچهش نیستن، انشاءالله که اینها قریبن، انشاءالله این دلش سوخته کنار خیابونی خانواده ای رو سوار کرده و برده، اما میدیم نه یه بار نیست، دوبار نیست، چند مرتبه برخورد میکنیم، نه خیلی
این آقاست، همین آقایی که میاد و جلسه و روزه و گریه میکنه و خرج میکنه و اطعام میکنه و قربون امام حسین میره، اما زن و بچهش چیزی از حیا ندارند. از خالقی که آسمان ها و زمین رو خلق کرد و او خالق من و مولای من است. خیلی مردم، خیلی هاشون بی حیا شدن، بی حیا شدن، الا اگر انسان حیا داشته باشه چرا ناموسش رو با این قیافه ها بیاره؟ حالا یه روز سری میذاره سرش، هم از جلو پا کلاشون رو میذارم بیرون، هم از پشت سر ترقی کردن. و عجیب اینه که آقا بعضی متدینا هم خراب شد. یعنی نگاه میکنی توقع نداره آدم از یه آدم مؤمن جلسه بروی متوسلی که نام ولی عصر رو میشنوه گریه میکنه، محب اهل بیت به ادعای محبت اهل بیت داره. من گویی برام پیش میاد تو خیابون دارم میرم مثلا سر یه چهارراهی تو ماشین نشستیم یا تقاطعی برخورد میکنیم، ای حاج آقا فلان پشت ماشین نشسته، زن و بچهش تمام، من توی دخترها ماش هر چی میگیم حمله به صحت میکنیم، میگیم ان شاء الله به اصطلاح زن و بچهش نیستن، ان شاء الله که اینها غریبا، ان شاء الله این دلش سوخته کنار خیابون خانواده ای رو سوار کرده و برده، اما میگیم نه یه بار نیست، دو بار نیست، چند مرتبه برخورد میکنیم، نه خیر این آقاست، همین آقایی که میاد و جلسه و روزه و گریه میکنه و خرج میکنه و اطعام میکنه و قربون امام حسین میره، اما زن و بچهش چیزی از حیا ندارند. خوش به حال اون کسانی که خدا را به حساب برد، یه لحظه خدا را به حساب بیار، حیا کن، گناه کن، حیا کن، ببین خدا چه میکنه با تو، خیر دنیا و آخرت و خدا بهتون میده. گفت تو بازار میرفتم، بازار بسته، دیدم یه آهن فروش، آهنگر با دستای خودش آهنا رو بر میداره دونه دونه، آهنای گداخته و آهن هم دستشو نمیسوزه. تعجب کردم کار آتش سوزوندنه، چطور شده که این دفعه نمیسوزه؟ این کیه که آتش بر بدنش اثر نمیکنه؟ رفتم جلو گفتم چیز عجیبی دیدم، آتش کارش سوزوندنه، چطور تو رو نمیسوزونه؟ من یه قصه دارم بشین برات بگم. گفت یه روز نشسته بودم، یک زنی اومد پیش من، گفت من عربیم، سیدم، شوهر ندارم، چند تا بچه یتیم دارم، بچه هم گرسنه، اگه میشه با محبت کن. گفتم به یه شرط، همه مخارج رو میدم به شرطی که تو در اختیار من باشی. گفت شرط بدی کردی، گشنگی بکش آدم بهتر از تا دامنش به گناه آلوده بشه، خیلی شرط بدی کردی. رفت صبح اومد گو آهنگر، به خدا قسم بچه هم دیشب تا به صبح از گشنگی نخواد، که میشه با محبت کن. گفتم به همون شرط. گفتم یه شرط هم من دارم. گفت باش. چه شرطی؟ گفت جایی بریم گناه کنیم که کسی ما را نبینه. گفتم باش، خونه ما هست. زن علویه رو برداشتم بردم منزل. وقتی که خواستم گناه کنم گفت آهنگر شرط محقق نشد. گفتم کسی اینجا نیست. گفت فعین الله، پس خدا کجا هست؟ حیا نمی کنی که خدای عالم من و تو را می بینه در محضر او؟ چنان یه جمله حرف او منو تکونم داد، تا دلی از غم نسوزد حرف جان سوزی نگوید، حال ما خواهی اگر در گفته ما جستجو کن. تکون خوردم. چی میگه این زن؟ راست میگه. دویدم بیرون. خوشبال نه که دل آماده دارم، بعضی دل ها آماده هم واقعا آماده هم با خدا عشقی، بعضی دلا خیلی قساوت قلب پیدا کرد، قصی شدن. و
بعضی دلها اینقدر سخت شدن. وقتی تو جنگل ها اینا رفتید ببین از اون بالا قطرات آب میچه که روی سنگ، نگاه میکنی سنگ و سلاخش کرد. بعضی این دل ها اینقدر قساوت پیدا کرد. آیات قرآن بهشون اثر نمیکنه، روایات تکونشون نمیده، قرآن براش میخونی بیدار نمیشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بابا قرآن میگه ما اگه این آیاتونو به کوها نازل میکردیم کوها قله دماوند با این عظمت از خشیت خدا منهدم میشد. حالا همین آیه قرآن رو برات میخونم دلت تکون نمیخوره. چرا؟ یعنی از هیمالیا سخت‌تر شده؟ بله قساوت گرفتش، مال گناه قصی شدیم. ما لقمه های حرام، لقمه های ربوی، بی‌انصافی ها، رشوه ها که نمیذاره که قلب نورانی بمونه، که قساوت میاره دیگه. لقمه حرام قلب رو قصی میکنه. بلند شدم گفتم علوی اون زندگی مال تو، منم از این لحظه نوکر تو. شب در عالم رویا هنگر میگه خواب دیدم در یه مکانی نشستم در محضر یک بانوی مجلله خیلی با عظمت، تاجی از یاقوت سرخ بر سر اون بانو. فرمود آهنگر خدا آتش دنیا و آخرت رو بر بدن تو حرام. گفتم شما که هستی؟ فرمود انا فاطمه الزهرا، من فاطمه زهرا، من مادر اون علویه هستم که تو امروز به او احسان کردی. آهنگر خدا آتش دنیا و آخرت رو بر بدن حرام. فرمودن که از خواب پریدم. چه خواب عجیبی. صبح اومدم در کوره آهنگری، طبق معمول مشغول شدیم و یه تیکه آهن در رفت افتاد رو پام، دید پامو نسوزون. عجب، آتش کارش سوزوندن، چرا نمیسوزون؟ دستم آوردم نزدیکش، دیدم نمیسوزون. زدم با آتش، دیدم نمیسوزونه. آهنو گرفتم تو دستم، میدم نمیسوزونه. چه شد که مرتبه یاد آمد دیشب فاطمه تو رو دعات کرد؟ مگه مادر سادات نگفت خدا آتش دنیا و آخرت رو بر بدن تو حرام کنه که یک گناه نکردی و به فرزند ما محبت کردی؟ که از چیزهایی که دستتون خدا میگیره محبت به ذریه زهراست. از طریق محبت سادات خیلی میتونید جلو برید در زندگی. من بزرگانی رو دیدم در همه دوران عمرشون یک قدم جلو بچه های فاطمه را نرفتن و اینها از این خدمت و از این ادب به مقامات بلند معنوی رسیدن. شیخ انصاری رو عرشه منبر نشسته بود، چند مرتبه دیدن جناب شیخ وسط درس بلند شد، مؤدب ایستاد، باز نشست. چند لحظه گذشت، باز ایستاد، باز نشست. سوال کردن جناب شیخ چی شده؟ شما چرا تو درس امروز اینقدر پا شدی؟ نشست. فرموده بودن چند تا بچه با هم دیگه بازی میکردن در صحن مسجد. یکی از این بچه ها فاطمه زاده بود، سید. بچه ها دنبالش میکردن. این بچه فاطمه تا پاشو میذاشت توی شبستان مسجد، من به احترام حضرت زهرا سلام الله علیها به تمام قد بلند شد. سید که میرفت بیرون دوباره من مینشست. باز دوباره صحنه تکرار میشد، بچه ها دنبالش میکردن تا این بچه فاطمه پاشو میذاشت تو، من به احترام صدیقه طاهره سلام الله علیها بلند شدم. شیخ انصاری شدن از اینجا. خیلی خیرات در اینجا خوابید. مرحوم آیت الله میرزاده های تهرانی رضوان الله تعالی علیه که از علمای کم نظیر ما بود، اگر نگیم بی نظیر، امام رضوان الله تعالی علیه از ایشون تعبیر میکردن به میرزا جواده های معصوم. اینقدر ایشون عالی میرزا جواده های معصوم. فرمودن در خانه سادات، تو سادات متقی، در خانه سادات می شود ایستاد و زیارت جامعه کبیره را خوند. این شما در خانه سید میتونی وایسی مؤدب و فاطیه مؤدب سقم میر دستت بگیری بگی السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه
و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و اصول الکرم و قادت الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعایم الاخیار و ساست العباد و ارکان البلاد و امناء الرحمن و سلالت النبی الاخر. می فرمودن سادات کوچه هاتون که راه میرن به برکت اینها بلا از شما دور میشه. قدیمی ها اینجوری بودن، وقتی سادات رو میدیدن به چهرهشون نگاه میکردن و لذت میبردن و صلوات میفرستادن که حدیث داره الله شما را که حدیث نبوی داره، فرمود پیغمبر من را اولادی فصلا علیه صائعاً راغباً زاده الله فی السمع والبصر. پیغمبر فرمود هر که اولاد منو ببینه و صلوات بر من بفرسته، خدا بینایی چشم او و شنوایی گوش او را زیاد میکند. حدیث دیدم امام رضا علیه السلام فرمودند به صورت بچه های مادرم زهرا نگاه کنید، خدا گناهان شما رو میامرزد. آقا به صورت همه سیدا فرمود مادامی که اهل گناه نشن، گناهکار نباشه، اهل تقوا باشه، تو به صورتش نگاه کنی، به یاد مادر زهرا نگاه کنی، خدا گناه تو رو میامون. بس که بی بی پیش خدا عزیز هست، بس که خدا فاطمه را دوست داره. فرمود بابا پیرانه نو تو چیکار کردی؟ گفت بابا در راه خدا دادم به سایه. دخترم پیرانه کهنت میدادی؟ آخه شب عروسی و شب زفافت بود، پیراهن نو تو تلت میکردی میومدی خونه علی. فرمود خودت گفتی لن تنال و بر حتا تون فقوم ما تو هبون. بابا انفاق اگه میخواید قبول بشه از اون چیزایی باشه که دوست دارید انفاق کنید. خب بابا منم چادر نومو دوست داشتم، لباس نومو دوست داشتم دادم. علمای عامه روایت میکنن جبرئیل نازل شد یا رسول حبیبه ما فاطمه هر چه بخواد ما بهش. فاطمه جان چی میخواد؟ فرمود رضایت خدا رو میخوام هنگامی که خدا رو ملاقات میکنم. دیگه فاطمه جان چی میخوای؟ خدا میگه هر چه زهرا میخواد بهش میدم. گفت خدا اگه میخواد به من عنایت کنه اجازه بده من فردای قیامت از گناهکاران امت تو شفاعت کنم. آیه نازل شد رو قطعه حریر بهشتی، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، نوشت پروردگار شما بر نفس خیش رحمت را. این سندی بود که بیبی فاطمه داد به امیرالمومنین، گفت علی جان منو که شستی خواستی کفن کنی، اینو بذار رو سینه فاطمه، من میخوام صبح قیامت که از خواب سر برداشتم این سند رو به دستم بگیرم و شفاعت کنم. این شبا میامد کنار قبر زهراش مینشست. السلام عليك أيتها السيدة الجليلة الجميلة ذات الأحزان السبيلة في المدة القليلة خدایا فاطمه رفته ز دست کنار قبر سلام شد کجایی فاطمه خدایا این در و دیوار خانه ز زهرا سرم دارد نشانه
خدایا کودکانم در شب سار سوا شامی کند دین در و دیوان خدایا زینب من نیمه شب ندارد غیر ما در لغم بر لغم چقدر شاعر زیبا میگه از زبان بی بی زینب میگه بی بی میگفت مادر شبا سر من و روزانود میذاشتی تا خوابم ببریم اما چند شب سرم و روزانوی بابا منی میذاره مادر دلم میخواد یه شب تو رو در خواب ببینم یه سال ازت دارم مادر میخواب ازت بپرسم ببینم آیا زخم سینت خوب شده یا نه دلم میخواد ازت بپرسم ببینم آیا پهلوی شکستت خوب شده یا نه مادر مقداد و فرستادم دوست دار مقداد برو خونه امیرالمومنین بگو دلمون تنگ شده برات چقدر میخوای تو خونه بنشینی مقداد میگه اومدم دیدم علی کنار خانه نشسته بچه‌هاش غریباله کنج خانه نشسته گفتم آقا دوستان دلشون تنگ شده تا کی میخوای تو خونه بنشینی فرمودن بیا بیرون چه کنم چشمم به قاتل زهرا بیفته داغ دلم تازه میشه یه روز آقا تو مسجد نشسته بودن امام مجتبی کنارشون بود ملعون ازل و ابد وارد شد امام مجتبی خود رو چسبون به بابا بدن آقا میلرزه حسنم چت شد بابا چرا رنگت پرید به سرم بابا من دیدم این لال عجیب تو کوچه سیلی به صورت مادرم زد مقداد میگه به علی اصرار کردم آقا لباس پوشیدی امامه به سر نهاد اومد بیرون از حجره اما تا رسید پشت در دیدم علی رو زمین نشست به در و دیوار نگاه کرد و گریه کرد فرمود مقداد زهرا و بین در و دیوار گذشت العظيم العظم الزهراء البتول يا الله لاي مارا بيامرز مبان فرج مولاي مارا برطرف فرما
باب ظهور شد بافیت فراهم فرما، باقی مونده غیبت است به صورت فنیلی مادرش به ما فرما، ما را برای یاریان بزرگوار تربیت فرما، تتم عمر ما را در دوران ظهور شد تقدیر فرما، دل رافشون رو به ما معطوف فرما، ما را به امام زمان من مشغول فرما، در ظل و مایش بران ازام مقام معظم رهبری تایید فرما، شهدای عزیز امام بزرگوار زبل حقوق قریب رحمت فرما، بر ظالم صافیت بفوشان، بر زندان مار واقعات الصالحات ما قرار بده، حسن خاتم عنایت فرما، نبی واده ثم عجل و غرف.